سلام برای اکس یوتیوب سویل اقتصادی هستم براتون یه اپیزود کوتاه خلاصه داریم راجع به اینکه خانوم ایرانی بهتره یا خانوم خارجی اولا قبل از همه ویدیو من اینو میگم تمام حرفا که این ویدیو زده میشه حرفایش شخصی منه فکرهای منه اگه کسی باش موافق نیست یا برعکسش رو تجربه دارد آدم و با هم فرق دارن من اینجا دارم آیدهای خودم ها میگم هرکی میکنه گوش بده شاید روز به درش بخوره شاید هم به درش نخوره ما همین دو دقیقه میگیم میخنیم آقا اولین چیزی که میخوام بگم اگر کسی دستش میرسه به زن خارجی تکنیکلی با ریاضی و زن خارجی بگیره چون تو توی دنیا الان 8 میلیارد جمعیت داریم یعنی 4 میلیارد زن وجود داره اگه مثلا مساوی باشه توی ایران به اسکیس سنریو میلیون تا زن داریم خب تو از یه دونه استخر پنجا میلیونی اگه بخوای یه دونه آدم انتخاب کنی خیلی شانسه که ماما که بیا اینجا بابا یه سلام بگو تو اگه استخر پنجا میلیونی میخواد آدم انتخاب کنی خیلی راحت که بیا اینجا این و از این و بیا از این خیلی راحت که آدم خوب پیدا بکنی تا از یه استخری که 4 میلیارد به قول معروف هم روح تو یا چی میگن موموکو نه کن اینجا موموکو مریض امروز بله سلام بگو من ماموتو هستم من مامو تو هستم سلام بگو بگو فقط بگو فقط دو میمت صحبت میکنم دو میمت صحبت میکنم به میمت میمت میگه میمت میمت میگه جو مگه تو توتی هستی چرا داری تنبونه منو میکشی بابا <applause> ماموکو کو <داگی>. کپ <كاپکیک> کیک ماموکو بگو بچه لط بگو لطفا بچه سابسکرایب کنی لایک کنی کامنت بذاری بچه لایک لط... کنی و سابسکرایب کنی ای جو بذار مرسی که اومدی مامو کو خب و اگه یه سخت داشته باشی توش چهار میلیارد تا آدم داشته باشه خب خیلی شانس این که تو اون هم همخونتو تو هم خون تو پیدا کنی بیشتر میشه دیگه کپکک <applause> کپکک <applause> 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 خب بس همین تو نمیتونی بگی که زن ایرانی بهتره یا بدتر از زن خارجیه ولی اگه یه نفر که دستش به خارج از ایرانه منطق میگه و زن خارجی بگیری چون که شانس اینکه زن بهتر پیدا کنی بیشتره دیگه چون تعداد آدما بیشتره و تازه واسه کسی که خارج از کشورن این موضوع برعکس میشه چون مثلا من اگه اینجا ایرانی هم فقط میخوام با ایرانی باشم مثلا اینجا ده هزار تا ایرانی هست نه سل هزار تا ایرانی هست بهترین حالت مثلا پنجا هزار تا دختر است من باید بین پنجا هزار تا زن پیدا کنم و خیلی سختتر میشه دیگه واسه عقل میگه که خب بیا به چیز کانادا برو جلو آپشن میشه 15 میلیون تا خب بیا با اون بهتر شانسی که بهتره که یه نفر غیر ایرانی باشه یعنی با ریاضی اگه تو حساب کنی شانس این که با یه نفر خارجی تو بیشتر کانکت بکنی خیلی بیشتر از اینه که تو با ایرانی بکنی خارج از ایران چون میگم فرق 10000 و یا مثلا فرق 50000 و 15 میلیونه اه... یه عدد واقعا بزرگتریه 15 میلیون خب منطق اینو میگه حالا این از نظر ریاضی و منطق خارج از این از تجربه شخصی خب زن, زن ایرانی خیلی آدم به نظر من دراما که همش قور بزنه یه چیزی رو که میبینه رو گنده بکنه آدمی که به توهمات باور داشته باشه چون وقتی تو کشت توهمی به, وجه... به دنیا بیای وقتی خدا باشه دیگه شیطون و نمیدونم برزخ و اون چی میپرد شب و خوابی نمیدونم تو تکون بخوری رو همم هم, هم میافته تو شب بیدار میشن ببیننش میدونی توهم و خرافات دیگه تو مغزشون چیز میکنه نمیدونم شب اومدی ام... لباس کفش رو تو رو کفشت پس نشون میده ما دیگه به هم نمیخوریم او تو تولد اینه پس ستاره هم با هم یکی نیست واسه اینای خب زنای ایرانی باز بیشتره بعض زنای ایرانی فوق لوس لوسن چون کار نیست مرد به زور کار میکنه چه چیزی به زن و چون کار نیست زنا کلا خیلی لوس و چیزن هستن دیگه میدونم همه احساس میکنن قوی و ما میکنیم از این کارا ولی کار خاصی نمیکنن دیگه مثلا من ندیدم که مثلا زن ایرانی ورزش کار باشه زیاد این برای میبینی تو ایران که مثلا بودم خیلی نمیبینی مثلا ای دختر ایرانی تانیس بازی میکنه حرفه ای دوست داره نبود ما یه دختر میشنختیم که بسکتبال بازی میکنه حرفه ای ایشون هم هم بود الانم پسر شده یعنی دیگه اگه این پوینت منو ثابت نمیکنه نمیدونم چی میخواد ثابت کنه و خب این چیزا بده دیگه تو وقتی مثلا یه دو بچه دار که میشه مثلا النا تو خونه ورزش میکنه هر روز اگه مثلا خیلی زیاد بیرون نرفته باشه و اینا تو خونه میذاره یه فیلم 20 دقیقه روی یوتیوب یه دختر رو با اون ورزش میکنه خب موموکو ده بار صحنه دیده هر وقت میبینه میاد شروع میکنه علی النا رو دروردن خب داره یاد میگیره که ورزش پارتی از زندگیش باشه من اگه هر کدوم از هفت دو سخر قبلی ایرانیاش همه رو بیاری تک تکشون رو یک دونهشون ورزش نمیکرد یک روز در سال آ من مثلا ترینر داشتم به زور میبردمشون دو جلسه میومد دو جلسه جیم توی خونه مربی میومد اومد بالا سرت بهت وزنهات و, از و ستا ستاب میکرد می تو فقط باید می اومد اونجا تو اونم میومد خونه تو به ساعت تو دو جلسه بیشتر نتونستم یکیشون برم یکی دیگه اصلا که نمی اومد بقیه مطمئن بوره با با فنا مثلا من به نظرم کیفیت دختر ایرانی اومده پایین به خاطر اینکه مثل افغانستان که مثلا میگه دختر هیچ کاری نمیتونه بکنه ایران هم مثلا یه نیمچه اون دیگه مثلا حالا دونم سی درصد 70 درصد شبیه افغانستانه و منطقه مغزی که کشور رو داره کنترل میکنه و وقتی دختر پایین نگر داره و کار براش نیست کاری نمیتونه بکنه دخترات کیفیتشون واقعا بالا نیست چیزی که من زیاد دیدم تمام دوستایم هم که زنای ایرانی دارن وقتی تو خلوتیم دارن زناشون رو مثلا مسخره میکنن و تیکه میندازن و میدون یعنی یکی دو نفر نیست که مثلا بگی این یارو عوضی این یارو شب بعد داشته اون یه نفری یعنی هم که نمیگه یا راحت نیست یا کل از این کاراکتر که هیچی نمیگه یعنی میشناسیش میگه خب این که مثلا راجبه هیچ حرف نمیزنه خب معلومه راجبه حرف نمیزنه میدونی چه مثلا این می... اینو که دیگه میبینی در سطح زیاد هزاران نفر میفهمی که اوکی این اتفاق داره زیاد میفته من خودم شانسی از خواهرم بود که به من گفتش که تو تو از اخلاق به دختر ایرانی نمیخوره برو به دختر خارجی منم دیگه وقتی النا پیدا کردم خیلی مثلا برام جالب بود حالا یه داستان بامزه که من داشتم النا دیده بودم و داشتم واسه دوست دخترم تعریفش میکردم گفتم یه دختر دیدم خیلی خفنه اومده بود اینجوری داشت کار میکرد اینجوری میکرد اینطوری میکرد اینطوری, میکر, اینطوری میکر. عجب خود که دختر چقدر قوی باشه بعد یه ها برگشت برم برش من نهاکه به گفت انقدر خوشید اومده خب برو بگیرش بعد نمیدنم چرا اون اصلا برشم بهش کنم که فکر میکنم از این حرفت یه روزی پشیمون شی خب همین اتفاق افتاد دیگه که مثلا اونو گرفتم و اونم مثلا نزد به خواهرم گریه کرد و که ای وای مثلا سهيلم منم رو من چیت میکرد ولی من چیت نمیکردم دیگه ما قرار شد مثلا یه تایم کوتاهی جدا بشیم نمیدونم بلدین یا نه اینجا چیز جدیدی بود آوردم به اسم بریک و جون که بریک آپ کنی میدین توی بریک بعضی وقت من این چی بعد بچه در بیلستانی است گفتیم خیلی خو بعد این دوست خانم من گفتم بابا ما با 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 بریم بریک ما بریم بریک من گفتم که what the fuck من تو سال چهل سال من بریک حالا سی سال من سی سال من بریک چی خبره گفتم که نه بعد من فکر که این مثلا میخواد به باباش نه نفو بزنه که اونا سعی خود تو مذهبی بودن که مثلا اونایی خود ریلکسر باشن و راحتتر تر با موضوع دیر کنن من گفتم که اوکی قبوله ما تو بریک ولی از اون روزی که رفتیم تو بریک من دیگه تو ذهن من بریک اپ بود من واقعا فکرم این اتفاق افتاده بعد دیگه من مثلا آردی همون سه روز بعدش با النا مثلا دوست شده بودم یه خواهرم بهم زنگ زد که آره دوست دخترت دو زنگ زده میگه که داستان چیه بعد از این زنگ تفریح میخواد چیکار کنیم بعد از این بریک دو ماه گفتم دیونه بگو تموم شده به دو ماه زندگی خوشحال باش موفق باشی که اونم رفت ولی واقعا میگه من به نظر من دفرنتی دختر خارجی بهتره نمیدونم چه جوری بگم وقتی میری با یه, با یه فرهنگ دیگه کمترین چیزش اینه که اولا فرهنگ اونها یاد میگیری مثلا من برای یه سال اولی که با اینا بودم هی غذاهایی میخورم که تا حالا نخورده بودم برای من نوعی غذا خیلی مهمه و مثلا حال میکردم که مثلا این غذا وجود داره اون غذا وجود داره نمیدونستم اینا هم هست من همین کارو واسه اون میکردم بعد مثلا اولش که من با الان بودم همش غذاهای روسی درست میشد تو خونه ما بعد الان فقط غذا ایرانی درست میکنه میگه بابا ریدم تو غذای خودمون غذا ایرانی خیلی خفنه میدونی خواستم با دیگه اون مثلا اگه من نمیدید شاید هیچ غذا ایرانی رو شاید مثلا سه بار میخورد اونم فهم رفت تو رستوران کباب کوبی نمیزد دیگه نه کباب برگ ولی این وقت نمیفهم مثلا قیمه چیه قرمه سبزی چه نمیفهمید خوش کرفت چه نمیفهمید و و و و خلاصه از من بپرسی صد درصد یه زبون یه... یعنی یه زبون دیگه چون که بچهتون دو زبونه میشه اگر مثل ما باشین یه سه زبونه میتونیم بکنیم بچهتون رو کار میبره یه ویدیو درست دارم میکنم راجع به بچه و زبون اگر داشتین اون رو نگاه کنین در آینده میاد از بعد کلا با حال دیگه مثلا بلند میشیم هر جا که میریم خاص میشی اینش خیلی جالبه اینا فقط الان اتفاق میفته مثلا فکر نمیکنم 50 سال این اتفاق بیفته الان هر جا که میریم ما خواستیم اگه کشور سفید پوستی باشیم اینی که من قهوهیم معلومه که ما متفاوتیم اگه کشور مثلا بیایم بریم هممون مثلا بریم افغانستان النا خواسته معلومه که اون مثلا ما دا اونجا نیست میریم چین من که قبلا تنا میرفتم چین همیشه میگم من مال ایرانم ما هم, هم بدرفتاری میکنن تا وقتی که یارو میفهمید مال کانادام بعد میومد با من خواهی مالی میکرد الان که میرم یه زب دیگه میان خواهی مالی چون میگن این نمیتونه این یه نفره که رفته انقدر موفق زن سفید گرفته اینجوری اونو نگاه میکنن به خاطر همین اینش هم خب یه موضوعی که به من حال میده دیگه من قبل از اینکه النا تو زندگی باشه هر وقت هم مصطفی هم توی مرز منو نه هر ولی مقداره خوبی منو میگشتن از وقتی که با النا هستم دیگه من نمیگردن اصلا تا میبینن زنم سفید من قهوه ایم میگن اینه که آدم با آلام بابا اینا نه ریسیستن نه نمیدونم دیوونه اینه آدم هایی که دارن با عشق میدن زندگی رو دارن حالشون میکنن این قشنگ میبینی این وای با مردم ازت میگیرن من خیلی باحاله بدین که حرف بزنی اینو به مردم نشون بدی یه <تصفح> بار آخرین فکر کنم نمیدونم کدوم بود ولی من 2020 دیگه مسافرت نرفتم دو نوز دو یعنی 2019 دیگه 2020 آخر یعنی 2019 آخر مصادر رفتم توی فرودگاه بودم و النا رفت دستشویی تا النا رفت دستشویی همون پلیس ما گفت پاسپورتت رو ببینم از کجا اومدی و من هی بهش گفتم هی توالت نمیگم هی بهش گفتم توالت نمیگم بعد تا النا اومد بیرون گفتم اونها اون زنمه و پلیس اینجوری خیلی برات جدی زن النا نه کرد بعد برات من نه کرد یه سفر پاسپورت یه سفری برات داد به من رفت یعنی اصلا واقعا عین فیلم ما بود این تا گفتم گفتم نگاه کن, کن برگ میتیکامون میتیکامون رو نگاه کن من گفتم اوکی میتیکامون باهات برو خب واسه همین خب حال میده دیگه اینا نمیتونن بگی که نه من دونی نیستم حتی من کسی هم که هیچ وقت من نه ریسیسی دیدم نه. نه کسی تو به من کسی بی احترامی کرده اینا ولی با این حال من حال کردم دیگه اگه مثلا تو شخصت باشی که بد مثلا دیگه بهت مثلا ریدانه خیلی به حال میده خب حالا امینو امین رو میاریم رو خط امین تو یه چیزی بگو ساعتی بکن نظری بده ببینم راجع به سوالات چی راجع به ایرانی و زن خارجی گرفتم باش اون چقدر سخته یعنی تو نه با فرهنگ ششنه... آه خوب شد گفتی این پاونتو... من قبل از اینکه برم توی رابطه میگفتم اصلا اصلا نمیشه زن غیر ایرانی اصلا میخوا بزن بگی جونم ها اصلا این جونم و عزیزم جوجو اینا رو تو میخوای استفاده کنی بزنی نمیشه که نکنی چه دنیایی که بزنی نتونی بگی جوجون نفهم منظور چیه ما با این لغت ها ما بزرگ شدیم من بالا نشستم النا پایین سگه میاد بیرون از اتاقم اتاق میاد بالا از پلا میاد پایین و النا میگه جونم عزیزم میدونی یعنی تمام چیزهایی که برات مهمه ترانسفر میشه بعد جالبش اینه که میتونی تمیزش کنی مثلا میگم من جونم رو دوست دارم از عزیزم بدم میاد چون هیچ وقت نمیگم عزیزم زنم اینو یاد نمیگیره ولی جونم رو یاد میگیره مثلا هر وقتی سگی میگه جونم چرا عزیزم نمیگه یا میتونه برعکسش باشه اون من وقتی قبل از اینکه برم تو رابطه غیر یعنی غیر ایرانی تو فکر بود که اگه به تو رابطه غیر ایرانی یا عالم سود میبری ولی در ازاش ضرری که میکنی اینه که از این چیز احساسی کم میشه و دیگه نمیتونی به خونه بگی عشق من بیا به شروپام قربونت برم بده گوگولی لبات جوجو بوجو بوجو همه این کارا رو دقیقا میتونی انجام بدی بدون استثنا و تازه میگم فیلتر هم میشه به بهتری چون اگه اون بفهمه که تو دو دوست داری مثلا بهت بگه جوجو هر روز بهت میگه جوجو حالا اگه ما کسی اینجا داریم جو داره این برنامه رو نگاه میکنه میخوام بگم که من اولش ام... که به الانا میگفتم جوجو جو، میگفت چرا به من میگی دبل جو من یعنی چی؟ گفت داری به من میگی دوبار داری به من میگی جو جو میشه شو... شورت جوش مگه چرا من میگی جوجو یعنی دو تا جو گفتم <applause> نه جوجو نشه جو میشه،, میشه بیبی چیک بابا علی خب این با مزه کسی که خارج از ایرانن فکر میکنم کنم با مزه باشه چون من خودم فکر کنم 15 سال میگفتم جوجو ولی چرا جوجو رو نمیشیدم آره بعدا سم میگم از نظر اس اس سی بیبی کام تو کام آن کیمرا ام تاکینگ ابات یو آها یه چیزی یه خارجی دارن خیلی خوبه دوخ خارجی خیلی... دوخ خارجی ها. دو ها اکثریتشون آرایش نمیکنن یعنی قرار باشه برن یه جایی که مثلا جای باحالی باشه اونجا چرا اونجا آرایش میکنن ولی اگر مثلا قرار باشه برن سوپرمارکت آرایش نمیکنن قرار شدن بچه رو بردارن مدرسه آرایش نمیکنن میخوام ما هم دیگه بریم استخ آرایش نمیکنن بعد اینشون خیلی باحال مثلا میگه میخوای بریم مثلا سینما میگه اوکی کفش میشون که بریم بعد من من من, من چاغال دارم مثلا دستم میندازم دستم من, من امکان داره طول بده ولی نه نه بوم اینشون هم خیلی باحال دخترای خارجی کلن خارج خارجی به خدا دارم میگم برای اینکه مثل یه انسان به وجود اومدن مردم یه انسان به وجود اومدن توی ایران مرد مرد زن کرکتر زن اسلامیه که هیچی نیست اونایی هم که میخوان خودشون رو نشون بدن مثل مرد میشن میفهمی یعنی چی همشون میگن من مثل یه مرد کار میکنم من مثل یعنی اونم میخواد به هنر برسه میخواد به مرد برسه یعنی مرد گوی نخوره مرد علی نیستش که مرد همون همین گویی که ما هستیم میخواد که میدونیم چه علی هستیم به خاطر همین اینجا دو نفر میگن آقا تو یه شخصیتی سعی بهتری بهترینی که میتونی باشی باشی حالا اینجا منظورم اکثر کشورهای دنیاست خیلی از کشورها مثلا که مثل ایران هم همین کانسپته من دارم اون دو تا این دو تا استال مقایسه میکنم ما خودمون اسپسیفیکلی از ایرانیم که یکی از این تخمیاست من تو کانال زدم که یکی از اون خوباست واسه این مثال همون واسه کانادا و ایرانه ولی به همه دنیا میتونه جواب بده کلن اینا سخت سخت قوی ترن ها میدونیم مثلا اگه تو کمر درد میکنه آتوماتیک دیگه آشغالت میفته رو زنت اصلا نباید بهش بگی اگه تو خونه بگی آخ کمرم درد میکنه من رفتم دکتر کمرم درد میکنه دکتر دکتر من گفت ام کن ام کردم گفتش که تو آرتروز کمر ارلی داری گفتم خیلی ما آرتروز داریم بعد روز آشغال ساعتم زنگ زد بلند شدم النا گفت بگی بخواب من آشغالا رو بردم نیم ساعت پیش گفتم چون نیم ساعت پیش بودی گفت چون میدونستم اگه به تو بگم قبول نمیکنی میبینی این فرق اسنس زن ایرانی و زن خارجی توی قدرتش از نظر احساسی هم که گفتم بهتر از زن ایرانی چون تمام که دوست داری میگه تمام که دوست نمیگه سال بعدی الان تو چند سال بعد زن شوهری ما هیچ وقت زن شوهر نشدیم ما با هم روز اول با هم فقط هستیم کنم چند وقت با هست هستی؟ هفت. هفت سال الان تو این هفت سال اگه بیاد دوربین چقدر از چیزای ایرانی رو میدونه مثلا چقدر میتونه آداب و شخصیت ایرانی ها رو فهمیده و درک کرده چقدر اصلا میتونه حرف بزنه خب میتونیم یه اپیزود اینجوری درست بکنیم بچه اگه میشه کامنت بزنین بگین من چی بپرسم از النا سوالاتونو بریزین هم تو تلگرام هم توی چیز هم توی همین کامنت اینجا ما همه رو میخونیم حداقل من میخونم میگه النای میاد اونجا ازش هم همه, همه سوالا رو میپرسم که مثلا چی میدونه به من, من خوب میدونه مثلا خیلی چیزا رو مسخره میکنه مثلا یکی از سوالاش که برش میگه چرا زنای ایرانی همش اینجوری صحبت میکنن ما تا حالا به این فکر نکرده بودم میگفت دخترها وقتی عصبی میشن سرشون جیجیجی میشه ولی دخترینا همیشه دارن جیجیجی صحبت میکنن میگو چرا اینجوریه بخره فکر کردم یا همه روسا رو من می‌بینم زالشون حالو زول، هاو آر یو؟ همه‌شون اینجا میکنن. می‌کنن. بعد بخدم خیلی خوب هستین. خوش اومدین خونه ما. اینجا اتاق عصب و همه دارن اینجوری حرف می‌زنن. بعد فکر کنم راست میگه. چون منم نمی‌تونم اینجوری حرف بزنم. صدا من من یه دیسویسای نراخرم، میتونم کنم یه دختر که فقط بعد مثلا یه یه, یه صداش یه درجه بیاره پایین اونجوری شده. بخره مثلا برم... خیلی جالبه. همین همین جوجو که گفتم مثلا میگه چرا جوجو جو مثلا اون اون جو جوجو میشنید ولی این خیلی جالبه مثلا مثلا اینکه تعارف خیلی بدش میاد میگه مثلا به یارو میگم فلان چیزو میخوای میگه نه بعد میبینم مثلا گشته است چرا این جو جوجو میکنه چرا نمیگه مثلا مامانت میاد میگه چرا به یارو غذا ندی میگم بهش گفتم گفت نمیخوام بعد یکی تعارف و زد گفت تعارف خیلی تخمیه که نوتیس کرد یکی دیگه نوتیس کرد گفتش که زمان تو سرشون جیغ یکی دیگه که نوتیس کرد گفت پسراتون واقعا خوبین گفتش که یعنی من اگه تو بمیری صد درصد شوهر بدین باید ایرانی باشه میگو من خیلی آدم متفاوت دیدم و هیچ وقت مرد ایرانی یک از بهترین مرد میگو همه مثلا وقتی مهمون تموم هم میشه همه مردا بولا میشن کمک میکنن میگو تو هیچ کالچر دیگه اینجوری نیست کانادایی باز مردم میرن نصفشون مثلا دو نفر میان کمک میکنن نمیدونم میگو روسیا که اصلا تخمشون هم نیست میگه ولی ایرانی همه مهربونن همه نمیدونم زحمت کشن همه کمک میکنن زناشون رو همیشه میبینی داره مثلا یارو به بچه ها میرسن همه بچه دوستن میگه مثلا خیلی کالچرتون باحاله میگه مردتون خیلی باحالن یه چیزی که نوتیس کرد گفت دختراتون خیلی دروغگون تو صورت آدم یه چیزی میگن ولی یه چیز دیگه دارم فکر میکنن خیلی همتون حرومزاده این دخترها رو این چیزایی بود که النا به من گفته واسه من جالب بود که از این یعنی نفر که از بیرون داره نگاه میکنه بدون منظور حرفش رو زد سال بعدی سکسیدس خیلی عالی همین دیگه خیلی عالی خیلی خب براوکس گفتم اگه میشه کامنت بذارین روژه جبه این که از النا چی بپرسیم که چی برش جالبه اینو دید اینو نگیده اینو میدونه نمیدونه اگه جالب باشه یه اپیزود درست کنی دمتون گرم امیدوارم حال کرده باشین چاکس